درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و سیام از ماه دسامبر. خدا حافظ ای دسامبر 1916 که ما دیگه شما رو نخواهیم دید. و سال جدید هم در راه است. عرض کنم که سالها می آوید و می رود و ما مردم همون آدم های خوب و سر به راهی که هستیم. آخونده هم دارن کار خودشون رو بکنن. عرض می کنم خدمت شما که همونطور که حتما بسیار شنیده اید، در این چند روز آقای اوباما دیگه صبرش به سر آمد و در 20 روز مانده به دور آخرش که بایستی بند و بساطش رو جمع کنه و از کاخ سفید بیرون برود، ناگهان به خشم آمد و دیگه تحمل نکرد. و سیاست اوباما در مقابل روس‌ها، خواهش میکنم اختیار دارین شما سرورین، بوده. روس‌ها هم اینا دو گروه آدمن که با سرنیزه باید رفت تو شکم اینها تا عقب نشینی کنن. این حرف من نیست، حرف مرحوم نیکسون هست که یکی از بزرگترین سیاستمداران این مملکت بود، گرچه بعد نام رفت، اما کسی منکر این نیست که آقای ریچارد نیکسون یکی از بزرگترین سیاستمداران بوده و در روزگار او سیاست خارجی در اوج بوده و در واقع ترکیب این آقا و هنری کیسینجر اینا نیرومندترین سیاست خارجی رو اعمال کردن. او میگوید که دو گروه مردمان هستن که با اینا با سرنیزه برای یه قدم اومدن طرف شما که دو قدم در این جلو بیچارتون میکنن. یکی آخونده هستن، یکی کمونیستا، روس ها. و آقای اوباما در واقع بعد از این داستان جنگ عراق و بیابروی آمریکا و این همه خبط و خطاهای مهلک در صحنه بین المللی مثل جنگ عراق و جاهای دیگر و داستان لیبی و غیره، یه سیاست نرم خویی پیدا کرد، در حالی که در زمینه سیاست نرم خویی به کار نمی رود. گفت چو خر گوش افکند در بردباری، کند هر کودکی بر وی سواری. به جای رسید که این رئیس جمهور فیلیپین گفت که آقای اوباما روس بیزاده است. شما فکرشو بکنید، روس بیزاده است. و آخوندها خط نشان می کشیدن، هر آمریکایی می گرفتن تو این قایقهاشون توهین میکردن و قایقهای تندرو میجهانیدند و بعد باج گرفتند و که شما بیا یک هواپیما رو پر پول نقد کنی، این قاچاقچیان نصف شب که هروئین میخوان بخرن تو تاریکی ببری به اینا پول بدی، از اینجور کارها، تا اینکه روسها چی دیگه دخالت کردن در آمریکا. یعنی شما فکرش بکنید که روسهای عقب مونده یک دنیا واقع در ردیف دنیای سومی هستن. حالا اینا در دنیای دومی هم میگفتن هستن، ولی خدایش نگاه کنید، این شما از مسکو که بزنید بیرون یه خرابه است. روسیه یک کشور خرابه است، فقیر، فقط یه تعداد بمب اتمی دارد، یه تعداد موشک، هیچی هم ندارن. اینها با نفت فروشی و گاز فروشی و اینها دارن روزگار میگذرانن و انقدر روی اینها زیاد شد که دخالت کردن در انتخابات آمریکا. یعنی بنیاد هستی این مملکت و علل عظمت این کشور رأی‌گیری و دموکراسی بوده، چیز دیگری نبوده. در اون هم دخالت، یعنی روشون انقدر زیاد شد که اوباما ناگهان به خشم آمد. عرض کنم که گفت عبید زاکانی در اون داستان موش و گربه، گفت گربه ناگهان به خشم آمد و شروع کرد موشا رو گرفتن، دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، یک به دندون چه شیر قرانا. من حیف دین اومد. بله، ناگهان دستور داد که 34-35 نفر از دیپلومات ها رو اخراج کردند و یک اقداماتی که جزئیاتش رو بعد خدمتتون عرض میکنن علیه روسیه به عمل آورد. و کار دیگری کرد که خیلی غریب بود و بسیار عجیب بود و اینها، این بود که در داستان ستلمنت، یعنی آدمایی که از هر جای دنیا دارن میرن اونجا تو زمین فلسطینیا منزل میسازن و آپارتمان رو به خوشی و خرمی گل میکنن تو زمینای مردم و اینها، برای اولین بار در دراز مدت یک چیزی عرض کنم اتفاق افتاد که نماینده آمریکا در سازمان ملل موافقت نکرد با کار اسرائیل، یعنی در واقع مخالفت هم کرد، به تعریض بود، اون هم در واقع ابستین به قول معروف، و رأی و وتو نکرد. اینها
ولی کشید کنار و در واقع این هم تازه بود دیگه، این هم همچین اتفاقی نیفتاده بود، چون از سال 1946 سیاست آمریکا علل اطلاق پشتیبانی از اسرائیل بوده. به قول این جایها no matter what، یعنی اگه حق با اسرائیل بوده یا نبوده آمریکا پشتیبانی کرده، کوبیده به کله 2300 میلیون عرب بدبخت، چندین بار اینا رو خار و زار کردن و کوبیدن و تو سرشون زدن، انقدر اینا رو تحریک کردن تا این کسافتکاری در میدل ایست پیدا شد. در موضوع جنگ انور و سادات، جنگ رو برده بود، جنگ رو برده بود انور سادات، که ناگهان پل هوایی زده شد از پنتاگون به تل آویو، طوری که فرمانده کل قوای آمریکا گفت ما در واقع دچار کمبود در واقع ابزار جنگی شدیم، همش رفت اسرائیل. خب این سیاست دوگانه باعث همین جریانات شده. شر اصلی همین داستان هست، همین داستان این عرب و اسرائیل. تا این به یک صلحی نرسد، خاورمیانه روی در واقع سکون و آرامش و صلح نمی‌بیند. آخه ستمکاری هم جایی دارد، حدی دارد. و در تنها چیزی که نشده، تنها چیزی که اسرائیل خواسته و نشده اینه که پایتختش هم از تل آویو یه مرتبه بیاره به اورشلیم، دیگه کار تمومه دیگه. پس فردا پایتخت می‌بره بغداد. بله، از نیل تا فرات صهیونیستا گفتن ما اکسپند میکنیم از نیل تا فرات انشالله تعالی. چرا؟ حالا من وارد بقیه قضیهش نمیشم، چون قضیه خیلی قضیه حساسی است. اما این دو کار رو آقای عرض میکنم که اوباما کرده و یک جوری در واقع آقای ترامپ رو به تله انداخته. آقای ترامپ رو در موضوع روسیه به تنن، چون آقای ترامپ هیچ موقع حاضر نشد یک چیزی بگوید که به سبیل نداشتن آقای اون جنایتکار روسی آقای ولادیمیر پوتین بر بخوره. میگفتن آقا ما دلیل داریم که اینا دخالت میکنن، میگفت کی میدونه روسا هستن، ممکنه چینیا باشن، ممکنه یه آدم 400 پوندی روی صندلی نشسته داره این کارو میکنه، از این حرفای مزخرف ما در واقع مقالطه. و این بار در باکس رفته، در قوطی. اوباما با این کارش این آقا رو کرده تو قوطی. به لحاظ این که سه مؤسسه مهم اطلاعاتی آمریکا که نشنال سکیوریتی ایجنسی باشه که چندین ده برابر CIA هست و اطلاعات همه جهان رو در هر ثانیه داره میگیره، خود CIA و FBI و اینها دلائل غیر قابل انکار آوردن که آقا این روس‌ها در واقع در انتخابات دخالت کردند و این یک تجاوزه و ما دو جور جنگ داریم، جنگی که درش تماس هست، جنگی که درش تماس نیست. این سایبر وار جنگه، جنگی که درش ولی تماس نیست، یعنی توپخانه ها شلیک نمی کنن، هواپیما بمباران نمی کنن، ولی دو کشور در حال جنگ، به حال جنگ می افتن. یعنی وقتی که شما با این سیستم الکترونیک در کار حساس ملت دیگری دخالت کنید، در واقع این یک جنگ، اعلان جنگ. این است که آقای اوباما این کار کرده و 20 ژانویه تشریف می برند. این ترامپ که میاد نمیتواند بگوید که آقا من اینها رو قبول ندارم، گزارش CIA رو هم قبول ندارم، گزارش NSA رو هم قبول ندارم، این آقای پوتین خیلی مرد نازنین خوبی است. نمیشه. اون هم باید به همین راه برود، وگرنه براش خطرناک خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا که نمیتواند بگوید که آدمای ما دروغ میگن، سیستم اطلاعات ما دروغه و آقای رئیس جمهور قبلی اشتباه میکرد، همچین چیزی نیست. و شاید مخصوصا هم این کارو کرد که در واقع یک آزمونی است که ببینید این آقای پوتین آقا رابطش با این آقای دانالی چی هست و اینها، که حتما شنیدید، ولی خیلی غریب بود، خیلی داستان عجیبی بود این موضوع آقای اوباما و این کارهای قاطعی که انجام داد. برای نخستین بار قاطع بود و غیرش دیگه معذرت میخواد، راه افتاده بود در دون دنیا، میگفت آقا من عذر میخوام از شما، خیلی ببخشید، ما آمریکایی‌ها خیلی آدمای ظالمی هستیم،
آقا این حرفا چیه؟ این تیک سیاست خارجی نشد معذرت خواهی؟ همون داستان سعدی است که عرض کردم، چو خر گوش افکند در بردباری، کند هر کودکی بر وی سواری. ولی این خر دو تا لگد انداخت و اینها، کودکان فرار میکنه. برید از سعدی بپرسید. این از این عرض می شود که در ایران ما که خب به مطلع هستید از بام تا شام و هر سر هر بازاری داستان جنایت ملایان و وضعیت مردم ایران اینها رو می شنوید. گورخوابی دیگه آخرین پدیده بوده. آقای روحانی رفته بگه ما چیکار کنیم؟ خنده آورا، این مردک رو انتخاب کردن با اون کلید چوبی درست کرده بود، اون کلید تدبیر، حالا آمده به مردم میگه ما چیکار کنیم؟ این آخوندها کارشون این بوده که عوام رو با داستان حسن به گریه بندازن و بر اونا سوار بشن و داستان عزیز هست، دولت ها و بزرگان رو با نصیحت و آوردن آیات قرآنی و علم بلاغت تحمیق بکنن. این آقا هم خب آخونده، حالا آمده به مردم میگه بگین ما چیکار کنیم؟ مثل که مردم چیز در دستش که چیکار بکنه، مثل که مردم به سرنوشت خودش حاکم هست و در حکومت دخالت داره، حالا آمده مردم ما چیکار بکنیم؟ کلیدش چی شد؟ تدبیر چی شد؟ داستان چی شد؟ و من تعجب میکنم و بسیار شگفت زده خواهم شد که دوباره شما مردم بزرگوار ایران بازم بروید در انتخابات بگوید اگر اینها نیاین اونها میاین. آقا از این پایینتر و بدبختر که نمیشه که. اینم آقای روحانی، مردم دارن در گور میخوابن، اما ثروتهای ایران داره به سوریان ساختن سوریه مانده، ساختن حلب. و آقا دو برج از آمریکا زدن اینها. وقتی خانم هیلری کلینتون که در واقع سناتور نیویورک بود گفت من رفتم پیش جورج بوش پسر، پرزیدنت جورج بوش، گفت برای ساختن نیویورک و تعمیر این ساختمان ها و اینا چقدر لازم است؟ گفتم 20 بیلیون دلار. گفت یو گات ایت، به قول خودشان، یعنی داری، مشکلی نیست. و 20 بیلیون دو تا ساختمون خراب شد. حالا برای بازسازی حلب ببینید چه میزان پول ایران باید بره حلب، چون ایران باید بسازه دیگه، آقای خامنه‌ای باید پولشو بده، اما مردم ایران در گورستان هست. خب در این حیث و بیس تعدادی از زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کردند و شنیدم که آخوندها زیر فشار رفتن و گویا یک نفر رو آزاد کردند. چون در این گونه موارد دوستان فعال هستند، فعالان سیاسی که بسیار بهتر از بنده به این امور وارد هستند، ما امشب دعوت کردیم از خانم راحله تارانی، خانم دکتر راحله تارانی که میدونید برادر ایشون رو کشتن آخوندها، و از فعالان سیاسی وجود بسیار بزرگواری است خانم تارانی. ما ازشون دعوت کردیم که امشب در این برنامه باشن و در باب این موضوع زندانیان و سایر قضایا که مربوط به ابطال حقوق بشر در ایران هست با ایشون صحبت کنیم. من خواهش میکنم از سپهر خانم تارانی روی خط بیارن، تصویر ایشون رو هم روی تلویزیون بگذارن، نمیتونیم با ایشون صحبت کنیم. مثل که روی خط هستم. خانم تارانی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری و درود بر بینندگان عزیز برنامه، هموطنان عزیزم. سال نو هم بر شما مبارک باد. سال نو مسیحی. سال نو بر شما هم مبارک باد. خانم تارانی مدتی از خدمتتون نبودیم. بله کسالتی من بوده. اختیار دارید. من با آقای بدیعی صحبت می کردم در باب زندانیان سیاسی و وضعیت اونها و اعتصاب قضا. لطفاً بفرمایید که اینا چه کسانی بودن و جرمشان چه بوده و خلاصه تصویر کلی به هموطنان عرضه کنید لطفاً. چشم آقای مشیری. خب همینطور که اطلاع دارین احتمالاً خیلی از بینندگان عزیز برنامه در اطلاع هستن،
آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و چند زندانی سیاسی عقیدتی دیگه مدت هاست که در اعتصاب قضا هستن. الان آرش صادقی امروز روز 69 روز اعتصاب قضا هست. 69 روز اعتصاب؟ وای. بله، البته ایشون در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. دیروز در واقع اخباری که بود حاکی از این بود که در واقع کلیه‌های آرش از کار افتاده، دیگه افت شدید فشار خون داشته، خطر چسبندگی روده و واقعا به مرگ تدریجی باید بگیم. ولی آرش در واقع در نامه‌ای که مثل یک در واقع باید بگم وصیت نامه از خودش بیرون داده، گفته که شاید ترجیح میدم شرافتمندانه بمیرم تا تن به ظلم و ذلت بدهم. شاید که مرگ من آغازی بر پایان بیقانونی و خشونت ساختاری در میهنم باشد. عجب. همین خود این آزادی آرش یک نشانه ای از فجایعی هستش که کشور ما داره اتفاق میفته. چون آرش صادقی یک جوان و یک فعال دانشجویی بود که در واقع فقط به خاطر همون در واقع اعتقاد به اینکه توی کشور ما مردم باید از حقوق ابتدایی انسانی برخوردار باشن، توی دانشگاه علامه طباطبایی ایشون درس میخوندن، ایشون اخراج شدن به خاطر افکارشون. اولین بار 18 تیر سال 88 شعله دانشگاه علامه با تعداد دیگه از دانشجویانی که توی همون جنبش 88 شرکت کرده بودن توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدن. بعد یه مدت زندان بودن، به قید کفالت آزاد شدن. دوباره دو دی همون 88 بازداشت شدن، با وثیقه 600 میلیونی آزاد شدن. اینو توضیح بدم که وقتی رفتن در واقع ایشون دفعه دوم دستگیر بکنن از خونه، مادر ایشون در واقع سکته کردن از وحشت و اینکه به نوانسا منتقل شدن ایشون در گذشتن. و بعد از این در واقع آرش هم درد مادری رو که به این چکر دست داده بود داشت و هم به هر حال اینکه به یه امیدی به هر حال مثل خیلی از جوان ها به خیابان اومده بود و میگید که متاسفانه شرایط کشور روز بدتر میشه که بهتر نمیشه. در حال دوباره ایشون دستگیر میشن و همین اواخر دستگیر شدن و در واقع از اوایل آبان توی اعتصاب قضا هستن. در واقع دلیل اعتصابشون هم این هستش که میگن خب در واقع همسر من گلرخ آریایی هیچ نقشی توی هیچ کاری نداشته، ایشون نباید دستگیر میشده و بعد گلرخ آزاد بشه. ولی متاسفانه گلرخ آریایی هم که همسر ایشون هست و بازداشت شده، ایشون رو هم حاضر نیستن که آزاد بکنن. و به خاطر همین علی رغم اینکه خب خیلی ها از آرش خواهش کردن که اعتصابش رو بشکونه، ولی خب شما فکر کنین آرش میگه به من 19 سال حکم دادن، همسرم رو با دست بازداشت کردن، تمام زندگی این جوان واقعا نابود شده. ببینم خانم تارانی عزیزم، این تفهیم اتهام شده به اینها، جرمشون چه بوده؟ مثلا امنیت داخلی، توهین به رهبری، تبانی. اصلا این رهبر داخلی، این رهبر خود شخص چیز خاصی ندارن اینا، یعنی به اتهام، دقیقا اتهامشون اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و توهین به رهبری، تشکیل گروه های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام. 19 سال برای این احکامی که گفتم ایشون باید زندگیشون رو، تمام زندگیشون توی زندان بگذارنن. تازه ایشون اعتراضی که کردن به اعتصاب قضا نبوده که گفتن منو آزاد کنین، گفتن همسر منو آزاد کنین. برای من که مثلا اگه ممکنه حالا یه چه میدونم بگید توی یه ممکنه توی فضای مجازی یه تبلیغی کرده باشم، ولی همسر من هیچ کاری نکرده، ولی چرا همسرم رو بازداشت کردیم؟ در واقع چیز بوده، اعتراضشون به ایشون بوده. البته آقای مشیری، من به صحبت شما گوش میکردم، خب شما از دنیا صحبت کردید، ولی من باید بگم که خوشبختانه من فکر میکنم ما واقعا نیازی به هیچ وجه به دخالت نیروهای خارجی نداریم. مردم کشورمون علی رغم فشارهایی که هستش توی مقاطع تاریخی نشون دادن
که مردم توانمندی هستن و میتونن برای سرنوشت خودشون تأثیر بذارن، لزومی نداره چشم به قدرت‌های بیگانه داشته باشن. و خوشبختانه اولا یک الان کمپینی آغاز شده که کمپین حمایت زنجیره‌ای از مطالبات زندانیان در اعتصاب هستش. این کمپین در ابتدا توسط مادران داخل، مادران پارک لاله و خانواده های جان باختگانی که در داخل کشور هستند شروع شد. اونها طی نامه جمهوری اسلامی رو در واقع مسئول این جنایت و مسئول جان کسانی که در اعتصاب هستند و زندگیشون در خطر هستش شماردن و از آرش عزیز خواستن که به اعتصابش خاتمه بده، که میگم البته آرش عزیز و دیگر از جان مثل سعید شیرزاد و علی شریعتی اینها و البته مرتضی مرادپور هم و طالب درمالون هم صحبت میکنیم، ولی به هر حال داشتم میگفتم که اینا این نامه رو نوشتن و تعداد بسیار زیادی امضا کردن ولی آرش نپذیرفت. ولی بعد از این خانوادگان جانباختگان جنبش سود خارج از کشور که من هم یکی از اونها هستم، ما فکر کردیم که اینو ادامه بدیم، دوباره ما طی یک نامه همین رو طرح کردیم و خواستیم که از تمام مردم دنیا با ما هم صدا بشن. ما جمهوری اسلامی رو مسئول جان این آزادگان در بند میدونیم و به مطالباتشون در واقع حمایت میکنیم از مطالباتشون و معتقد هستیم که حتی اگر اینا به اصلاح خودشون خاتمه بدن، در واقع درخواست هاشون نباید فراموش بشه و ما تعهد کردیم که به درخواست های اونا ادامه خواهیم داد. یعنی گفتیم که میخوان بدونیم که پایان دادن به اعتصابشون معنی صرف نظر کردن از مطالبات برحقشون نیست. ما در کنار اونها ایستادیم، صداشون خواهیم بود و از کوشش مستمر برای تحقق مطالباتشون دست نخواهیم کشید. بعد ما توی یک نامه از همین طریق از همه هموطنانمون که از همه هموطنانی که دل در گروه آزادی دارن خواستیم که با ما هم صدا بشن و بعد از این یک صفحه فیسبوکی و یک صفحه تلگرام درست کردیم که در عرض 3 روز الان ما بیشتر از 5000 اسم داریم. ما الان 4000 نفر رو به الفبایی کردیم، 3000 نفرش الان رسانه‌ای شدن، امشب هم بقیهش میرسه. شما میتونید توی رسانه های مختلف اسن و ایران ما و رسانه های دیگه ببینید که این اسامی داده شده، هزاران هزار نفر. یعنی الان چندی نفر از دوستان من که بیشترشون هم که گفتم از خانواده های جانباختگان جنبش هستن در خارج از کشور و البته یک سری از عزیزان از داخل کشور دارن همکاری میکنن و ما این صفحه تلگرام رو که اگر نشون بدین لطفا لینکش رو ممنون میشم در واقع دارن حمایت میکنن. ما میخوایم که این کمپین به یک کمپین میلیونی تبدیل بشه و خواهد شد. ببینید در همین مدت کوتاه از تمام افراد شناخته شده، از اهم از کسانی مثل خانم شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل بودن گرفته تا هنرمندان مثل آقای اسفندیار منفردزاده، نمیدونم هنرپیشه‌هایی مثل بهداد و آقای امیر آقایی و اینها چیز کردن، حتی گری لینگر بازیکن سابق تیم ملی انگلستان. یعنی اینقدر افراد متفاوتی از این کمپین دفاع کردن که واقعا غیر قابل تصوره. آرش صادقی زندانی سیاسی ترند اول جهانی در توییتر شد، یعنی تو تمام دنیا الان این چند روزه به اندازه اسم آرش صادقی زندانی سیاسی هیچ مطلب دیگه‌ای توییت نشده. توییتر به هر حال تو ایران هم استفاده میشه، خارج از کشور هم استفاده میشه، ولی تعداد کسانی که به آرش فکر میکنن تو دنیا الان از تعداد کسانی که به چیزای دیگه فکر میکنن بیشتر شده و این به هر حال نشون دهنده حمایت مردم ما هستش. و من فکر میکنم در واقع باید از مردم قدردانی کرد و من به سهم خودم از تمام هموطنانم تشکر میکنم. با این حرکت احساس میکنم خون برادر من در واقع به هدر نرفته.
چند روز پیش مراسمی بود توی منزل پدر من که من از قدم گذاشتن به اون محرومم، به خاطر اینکه معترض هستم که چرا برادر منو به اون شکل فجیع در واقع جنایتکاران جانشو گرفتن در اون خونه که من میگم متاسفانه از قدم گذاشتن بهش محروم هستم. خانم تارانی عذر میخوام، بفرمایید که چگونگی کشته شدن برادرتون رو شاید بعض هموطنان ندانن، بنده میدانم به خوبی، بعضی کسان ممکن است ندانن، یه اشاره بفرمایید به قتل برادرتون. 6 دی سال 1388 روز عاشورا ساعت 12:30 ظهر عاشورا ماشین های نیروی انتظامی 3 بار از روی جسد برادر من رد شدن. بله من زنده دیدم ریل تایم، یعنی همون زمانی که داشت انجام میشد بنده اون صحنه فجیع رو دیدم. بله فکر میکنم این صحنه فجیع تو خاطره بیشتر ایرانیان، بله از اون صحنه هایی که هرگز فراموش نمیشه در عمر من، یکیش همین صحنه است که میرفت آقا این جلو و باز برمیگشت عقب، یعنی تصمیم به قتل داشت و این 2 بار یا 3 بار دیدم این تایره از روی بدن برادر شما رد شد. من متاسفانه و من ابتدا در واقع در ماتم بودم، ولی وقتی که یک دختری رو، دختر جوانی رو که تازه 2 هفته بود ازدواج کرده بود، یک دختر دانشجو رو دستگیر کردن و لیلا توسلی، و من دیگه نتونستم سکوت بکنم و با رسانه‌های خارجی صحبت کردم. بعدا دیگه به هم خبر دادن که دیگه نمیتونم داخل ایران بشم و دیگه میگم از دیدن علیانم محروم شدم از اون موقع. ولی فرقی نمیکنه، حالا آرش در واقع برای من شهرام هستش و من بعد از اینکه آرش مادرش ما براش بارها و بارها نوشتم که آرش جان حالا تو پسر من هستی، من پسری به اسم آرش دارم واقعا و این آرش دومین آرش من هستش. به هر حال اینکه من چند شب نخوابیدم و دوستان دیگه همینطور، هممون تلاش میکنیم فقط برای اینکه این حمایت رو که مردم عزیز میکنن بتونیم یادداشت کنیم، یعنی واقعا داریم این اسامی رو که میرسه هر لحظه در واقع به ما از طریق ایمیل و فیسبوک و این تلگرام اسامی میرسه که میخوان مردم حمایت خودشون نشون بدن. من همیشه میگم که در واقع مردم ایران مقصر نیستن، خب رژیم خیلی بهشون سخت گرفته و هر آدم نخبه‌ای، هر در واقع کسی که اینا هر تشکلی رو نابود کردن، هر کسی رو که فکر کردن ممکنه به هر حال به بتونه مردم رو متشکل بکنه از این بودن اعدام کردن، کشتن. و خب وقتی یک نیروی، یک اپوزیسیون، یه به صلاح جانشین قابل اعتماد در قوی وجود نداشته باشه، خب مردم نمیدونن چی کار میکنن. ولی به محض اینکه یه فضای باز میشه، مثلا میگم این صفحه توییتر که ما باز کردیم، من خودم متعجب شدم واقعا که چجوری مردم در واقع حمایت خودشون نشون میدن و چقدر زیباست پیامایی که میذارن که توش هست. مهم نیست اگر دیگه این مسئله سیاسی نیست، مسئله گلرخ و آرش یک مسئله انسانیه، یعنی حتی کسانی که تا حالا مسائل سیاسی بی‌تفاوت بودن، گفتن ما سیاسی نیستیم، هم شروع کردن به اینکه در واقع این مسئله گلرخ و آرش مسئله سیاسی نیست. من تصاویر زیبایی دیدم، مثل یه تصویری که از آرش گدوش نوشته بود که آرش تیر نداشت، جانش را در کمان گذاشت. بله خیلی قشنگه، بسیار زیباست. زیبا. خانم تارانی، تصویر دیگه که گل بیرخ یار خوش نباشد، یک همچین چیزی هست، چون گلرخ هسته، همه میگن گلرخ یارش رو داره دست میده، در واقع یار گلرخ مثل شم قطره قطره آب شده و واقعا خیلی دردناکه. البته من خب خیلی نسبت آرش احساس خاصی دارم، ولی عزیزان دیگری هم هستن، سعید شیرزاد جوان نازنین دیگری هستش که لبهاشو الان مدت هاست دوخته و با نی فقط آب میخوره. ببخشید من عکسشو داریم، ببین عکسشو داریم سپر جان شیرزاد. بله پرسیدم از سپهر که عکس شیرزاد رو داریم که هموطنان ببینن چهرهشون رو، اگر فرستاده باشه آقای بدیعی ما خواهیم داشت اینجا. اعتصاب کرده و دهان خودش هم دوخته. بله 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 من یاد فرخی یزدی میندازه.
ایداد بیداد. اولین کسی که در زندان دیکتاتورها دهان خودش رو دوخت و بعد همون رو کشتن. خب بفرمایید، بفرمایید خانم ترانی. بله، طبق آخرین آمار لیستی که من به دستم رسیده، اسامی زندانیان که الان در اعتصاب هستن اینا هستش: یکیش همین آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد، حسن رستگاری مجد، محمد علی طاهری، مهدی کوخیان، محمد رضا نکونام و نزار زکا. اینا در حال حاضر در اعتصاب قضا هستن. قبل از اینها یک جوان آذربایجانی به اسم مرتضی مرادپور هم در اعتصاب قضا بود موقعی که ما این کمپین رو شروع کردیم و دیروز خوشبختانه خبر دادن که بعد از 59 روز بود که مرتضی در اعتصاب بود. و این عزیزانی که نشون میدن الان من دارم میبینم در تلویزیون، اینا هم در اعتصاب بودن ولی از این تعداد یه تعدادی اعتصابشون رو خاتمه دادن و مرتضی مرادپور هم که در تصویر هستش در واقع دیروز آزاد شد بعد از اینکه مردم آذربایجان مقاومت کردن، تظاهرات شد و مادر مرتضی تلاش‌های زیادی کرد. بالاخره مرتضی پریروز به اعتصابش خاتمه داد و با به اصطلاح با پذیرش گفت اینکه آزادی موقت و دیروز آزاد شد. این یک خبر خوبی بود و همه ما رو امیدوار کرد که به زودی بشنویم که عزیزان دیگرمون آرش و سعید و علی هم آزاد بشن، این سایر آزادگان در بند. خب این کسانی که اعتصاب قضا داشتن مثل که ودیعی به من گفت یک نفر آزاد شده، درسته؟ بله، همین آقای مرتضی مرادپور بودن. آها، یعنی آزاد شدن ایشون با قید ضمانت بوده یا اینکه آزادش میکردن؟ یه آزادی موقت هستش ولی به هر حال چون مادرشون خب خیلی بیتاب بودن و خیلی به هر حال تلاش کرده بودن، مرتضی تصمیم گرفتن که به خاطر خاص مادرشون و با توجه به اینکه به هر حال ما یه مقدار کوتاه اومدن و یه آزادی موقت رو تضمین کردن، به اعتصاب خودش مرتضی خاتمه داد و به آزاد شد. البته به بیمارستان منتقل شد چون دیگه وضعیت جسمیشون میدونید که اینا در واقع آب شدن، یعنی حالا هر کدوم از این جوانا بیان بیرون از زندان هم واقعا از سلامتی چیز در خدا نخواهند شد ولی نخواهند بود، اما به هر حال باز در به تلاششون ادامه میدن. و این قضیه من یاد قضیه در واقع ایرلند میندازه در سال 1381 که اگر به خاطرتون باشه تو ایران یه خیابونی هم هست اسم بابی سنس و 9 نفر از در واقع یارانش یکی بعد از دیگری به اعتصاب قضا پرداختن و اونا هم اعتصاب قضاهای طولانی از 60 روز تا 80 روز داشتن و یکی جان دادن، یعنی جانشون رو در آزادی فدا کردن و در مراسم تحریم بابی سانت من یادم میاد که 100,000 نفر شرکت کرده بودن و بعد از اون ایرلند هر حال به آزادی به اون چیزی که میخواست یه حد زیادی رسید و من فکر میکنم برها اینا الگوهایی میشه برای جوانهای خود ما. رژیمی که یه زمانی اخبار رو در مورد بابی سانت منتشر میکرد و خیابانی به اسم بابی سانت داره، امروز کسی مثل آرش صادقی رو در واقع زندانی کرده و آرش صادقی به یک بابی سانت ایرانی تبدیل شده و دیگر عزیزان البته، چون اینها هم به خاطر آزادی در واقع به اعتصاب قضا زده بودن. بله، با بیسانز و یارانش به خاطر اینکه کشورشون از یک آزادی و از یک در واقع استقلال و عدالتی برخوردار بشه و جوانان ما هم به همین شکل هستش و تنها در واقع این عزیزان دربند نیستن که زرز میکشن. من مطمئنم خیلی ایرانیای دیگه تو سر تا سر جهان مثل من مدت ها بوده که بیخواب بودن، یعنی من شاید حالا مثلا اون روز اول فکر میکردم که خب این اعتصاب قطع میشه ولی بعد از اون دیگه واقعا خواب نداشتم، هم مدام اون روزهایی در ذهنم تداعی میشد که توی اخبار تو ایران میگفتن که مثلا
با بیسانس دیگه نمیتونه صحبت کنه، با بیسانس دیگه دستگاه گوارشش از کار افتاده، با بیسانس از قطره آب شد و یک روز گفتن با بیسانس دیگه رفته. و خب این همش این تو ذهن من تداعی میشد که همین اتفاق اگه برای جوانای ما بیفته وای بر ما اگر کاری نکنیم. ولی من واقعا خوشحالم این الان که این کمپین حمایت زنجیره‌ای شروع شده، از همین در واقع فرصت استفاده میکنم به تمام هموطنانم عاجزانه تقاضا میکنم که به این کمپین بپیوندن و بذارین یک به کمپین 1 میلیون در عرض همین یک دو روز آینده تبدیل بشه تا اینکه در واقع شاید تغییر در سرنوشت این عزیزانمون ایجاد بشه و رژیم به یه عقب نشینی در واقع مجبور بشه. خوشبختانه همینجور که میگم استقبال واقعا بی سابقه بوده، اصلا چیزی بوده که چون ما آمادش نبودیم نمیدیم چجوری ادارش بکنیم. چند رائل جان میشه بفرمایید چند چه تعداد امضا جمع آوری شده تا حالا؟ همینطور که گفتم ما 4000 نفر هنوز الفبایی کردیم ولی تعداد بیشتر از 5000 تا مطمئنم. یه سری توی اسامی تو روزنامه هستن، تو صفحه فیسبوک هست، شما الان این نشریات رو اگر داشته باشین میتونن نشون بدن اسامی که هستش رو میتونن داشته باشن و بینندگان عزیز نمیدونم براتون مقدور هست یا نه، ولی به هر حال میگم واقعا یک حمایت بی سابقه ای بوده و همینجور هر لحظه در واقع من الان که دارم با شما صحبت میکنم هر لحظه میبینم که افراد اضافه میشن به اون صفحه تلگرامی و تو هم فیسبوک مسیج میدن و به شکل‌های مختلفی میخوان که اسمشون به این اضافه بشه. در ضمن در واقع بیشتر از 30 نهاد مدنی اجتماعی حقوق بشری در دنیا که من با اجازتون اسم چند تاشون حداقل میخونم هم از این کمپین حمایت کردن که اجازه بدید من چند تاشون رو بخونم تا هموطنان در واقع از این شنیدن خوشحال بشن. انجمن زنان ایرانی تو مونترال، انجمن تئاتر ایران و آلمان کلن، انجمن همبستگی ایرانیان دالاس، انجمن جمهورخان ایران پاریس، انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران در هامبورگ، بنیاد اسماعیل خویی، جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران سوئد، جنبش سبز لندن، جنبش سبز کاردیف، مادران پارک لاله، حامیان مادران پارک لاله دورتموند و هامبورگ و لندن و فرزنو، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، شبکه همبستگی ملی فرزنو، فدراسیون اروپرس، فعالان همه حقوق بشر برای همه در ایران، کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی پاریس، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران شیکاگو، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مادران صلح مونترال، همبستگی برای جمهوری اوفی حقوق بشر در ایران مونترال، همبستگی برای جمهوری اوفی حقوق بشر در ایران نیویورک، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در ایران، کانون فرهنگ و هنر فرزنو، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کانون دفاع حقوق بشر کردستان، خبرگزاری عرفان. لیست بلندتر از این من تونستم اینها رو بخونم، ولی به هر حال همینطور که گفتم این ادامه خواهد داشت و ما در واقع فکر میکنم خیلی از عزیزانی که در واقع خواهان آزادی این آزادگان دربند هستن شبانه روز در تلاش خواهند بود که بتونن در واقع اون تعهدی رو که کردن نشون بدن بهش پابند هستن. همونجور که من گفتم ما خود کردیم که ادامه بدیم به تلاش بکنیم برای در واقع طلب خواسته های این عزیزانمون. خیلی سپاسگزارم از شما خانم تارانی، بسیار بسیار لطف کردید، خیلی مطلب مهمی گفتید و هم وطنان گرامی همونطور که شنیدید و آدرس رو هم دادن خدمتون، خیلی مهم هست که شما هم در واقع نامتون اونجا باشه و اعلام کنید که آقا ما هم پشتیبان این زندانیان هستیم و تا زمانی که ما پراکنده هستیم و هر صورت ستمکاری و آز ملا و آخوند آدم دیکتاتور کاستی نخواهد گرفت. اینا از ما میترسن، وحشتشان به گونه ایست که رهبر محترم میگویند چندین هزار چاقوکش و همراه دارد برای یه قم رفتن. یادتون هست به قم رفت، در اون رفتن به قم 7 میلیون دلار خرج
این حضرت بوده که بره قم. میخوام میزان وحشت اینها رو از مردم خدمتتون بگم. و ما هرچه متحدتر باشیم نیروی ما البته کارسازتر خواهد بود و میتوانیم به این قضایا دست یابیم رفته رفته. خیلی سپاسگزارم از خانم راحله. شما بفرمایید که سخن آخر رو من واگذار میکنم به شما، مطلبی هست بفرمایید. متشکرم. من میخوام از تمام عزیزانی که در واقع حمایت خودشون اعلام کردن و ما به خاطر کمبود وقت نتونستیم ازشون حتی تشکر بکنیم، فقط اسامی یادداشت میکردیم توی این مدت، تشکر بکنم از تک تک هموطنانم. همینطور که گفتم انقدر اسامی زیاد هستش و شخصیت های متفاوتی از جای مختلف دنیا، همینطور که گفتم چه خارجی و چه ایرانی، از این مسئله در واقع پشتیبانی کردن. از استاد دانشگاه آکسفورد دکتر میثاق پارسال، دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه اینجا مونتریال و بسیاری دیگر از عزیزانمون از داخل کشور از این کمپین در واقع حمایت کردن و ما نتونستیم حتی ازشون تشکر بکنیم. از میگم همینجا ازشون تشکر میکنم، از عزیزانی که کمک کردن برای اینکه این کمپین پیش بره تشکر میکنم و دوباره تاکید میکنم به اینکه ما به فعالیت های خودمون ادامه خواهیم داد و اینکه صدای آرش و آرش ها خواهیم بود. و از تمام عزیزان ها، از شما هم آقای مشیر تشکر میکنم که اسمتون رو جزء این کمپین به ما اجازه که بذاریم و حتما این کار رو کنیم. متشکرم. و همین فکر میکنم آرام نخواهیم نشست تا اینکه این عزیزان به مطالباتشون برسن. متشکرم. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، از زحماتی میکشید و امیدوارم که موفق باشید. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با دکتر راحله تارانی، فعال سیاسی، وجود بزرگواری است راحله و در واقع کوشش بی‌امان دارد برای برقراری عدالت و آزادی در ایران زمین مقدس. اجازه بدید اگه وقت هست یک موسیقی چقدر؟ سه دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، فرصت موسیقی هم نداریم. عرض میکنم به عرض شما میرسانم که روز دوشنبه خانم همیرا یک آهنگ جدید که نشنیده اید از ساخته های استاد تجویدی در این برنامه پخش خواهد شد برای اولین بار و ایشون علاقه نشون دادن که خودشون در باب سابقه این آهنگ صحبت کنن و من بسیار خوشحال و مفتخر خواهم بود که این بانوی هنرمند بزرگوار در این برنامه هستن و توضیح خواهند داد در باب این آهنگ، کاملا جدید هست و بعض شایعات هم البته ایشون رو ناراحت میکند از قبیل این که این خانم هویرمیرا دیگه آواز نداره، دیگه صدا نداره، بازنشست شده، از اینجور حرفا نادرست. به هر صورت همیرا از یک محبوب ترین خوانندگان بانوی ایرانی است در ایران، شاید محبوب ترین باشه، یعنی من اونچه من شنیدم از دوستانی که میآیند از ایران، بسیار از شهرت خانم همیرا صحبت میکنند و اینکه آهنگاش مرتب پخش میشه، یعنی دوستان پخش میکنن برای خودشون، رادیو که خب چرز کنم یه تلویزیون. این بانوی بزرگ در برنامه ما خواهد بود در روز دوشنبه و توضیح در باب آهنگی که تجویدی ساخته، استاد تجویدی خودشون هم خونده و وصیت کرده و سفارش کرده که این آهنگ من شما بخوانید و ایشون هم اجدا کردن و روز دوشنبه با ایشون خواهیم بود. تا برنامه دیگر که در سال جدید خواهد بود، ضمن عرض تبریک سال جدید مسیحی به همه هموطنان و به خصوص هموطنان مسیحی،
برنامه رو باید ببندیم. از کامران عزیزم سپاسگزارم، از سپر و شما نازنینان که وقت گذاشتید و این به این برنامه توجه کردید، از خانم تارانی و آقای بدیعی هم بسیار سپاسگزارم که در واقع این برنامه رو توانستیم با کمک این دو دوست تقدیم شما بکنیم در باب این دلاوران دربند. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.